سلام دوباره بچه ها. خب بریم حل تست ها رو ببینیم با هم دیگه، تست ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بازم تاکید بکنم این ویدیو چون جنبه آموزش از صفر داشت، تست های با سطح تقریبا آسون تری رو داریم میبینیم اونجا، ولی توی دوره آلفا قسمت مفاهیمش قرار خیلی تست های سخت تر و سنگین تری رو ببینید، چون که گفتیم از الان تا مهر ماه قرار کلی ویدیو آفلاین براتون بفرستیم، مفاهیم پایه شیمی رو براتون تدریس بکنیم، ولی توی دوره اصلی قرار خیلی سطح بالاتر کار بکنیم و در واقع وقت با ارزش شما تو سال کنکور رو هم با یه سری تست جالب و جذاب مثل تست کنکور 99400 ببینیم و شما برای اون سطح از کنکور آماده بشید. خب بریم شروع بکنیم از تست یک. چند مورد از موارد داده شده درستی پر میکنند؟ اول زیر به درستی پر میکنند. زیرلایه این نسبت به این زیرلایه داره انرژی بالاتر یا پایینتریه و زیرلایه این نسبت به زیرلایه این زودتر الکترون اشغال میشود. ببین بچه، زیرلایه بخواد زودتر اشغال بشه یعنی باید انرژیش کمتر باشه. خب 4F انرژیش چقدره؟ N به علاوه L شو با هم جمع میکنیم، 4 به علاوه 3 7، 5S انرژیش رو با هم جمع میکنید، 5 به علاوه 0 5. خب 7F 4F نسبت به 5S در واقع دیرتر از الکترون اشغال میشه چون انرژیش بیشتره. پس این غلط. بعدی 5P بچه انرژیش چقدره؟ 5 به علاوه 1 6، 4D انرژیش چقدره؟ 4 به علاوه 2 میشه 6. حالا چون که n به علاوه Lشون یکسان شد ما میگیم n رو مقایسه میکنیم، 5P nش بیشتره پس انرژیش بیشتره، در نتیجه دیرتر توسط الکترون اشغال میشه، پس اینم غلطه. بعدی 6S انرژیش میشه n 6 به علاوه 0 6، 5D میشه 5 به علاوه 2 7، چون n به علاوه l برای 6 اس کمتره پس اون زودتر اشغال میشه. پس حالا بریم قسمت دومش که درست بود قسمت اول هم چک بکنیم. 5f n به علاوه lش میشه 5 به علاوه 3 8، 7s میشه 7، پس 5f نسبت به 7s انرژی بیشتری دارد. بله قسمت دوم هم کاملا صحیح بود، پس این مورد درست پر میکنه. 6p انرژیش میشه 6 به علاوه 1 7، 5f میشه انرژیش 5 به علاوه 3 8، چون n به علاوه l برای 6p کمتره پس اون زودتر پر میشه، زودتر توسط الکترون اشغال میشه. حالا 7s انرژیش 7 به علاوه 1 7، 6d انرژی 6 به علاوه 2 8، پس 7s نسبت به 6d انرژی پایینتری داره، پس این هم درسته. دو تا گزینه درست داشتیم و جواب سوال ما میشه گزینه 2. اگه دقت کرده باشید توی همین تست من از یه نکته خاصی استفاده کردم. من رفتم اون قسمتی از تست رو اول شروع کردم به حل کردن که مشخص بود. خب مثلا توی حالا من زیاد اطلاع ندارم ولی توی زیست مثلا خیلی از بچه‌ها اینطوریه، یعنی مثلا همش یه سری جاخالیه که همه جاخالی‌ها باید پر شه، اینم یه چیز شبیه اون بود ولی یک قسمتی از این جاخالی‌ها کامل مشخص بود، یعنی من می‌دونستم که قسمت دوم قشنگ انرژی‌هاشون رو می‌دونستم که اون یا باید کی بزرگتر بشه یا کی کوچیک‌تر بشه، ولی تو قسمت اول نمی‌دونستم. خب پس اول رفتم قسمت دوم رو بررسی کردم، این باعث شد که سرعتمون توی حل تست بیشتر بشه. اوکی بریم ادامه. کدام گزینه درست است؟ اتم هر چهار عنصر این داره چهار الکترون در لایه ظرفیت خودشون هستن. یه نکته رو اشاره بکنم، عناصر دسته دی ظرفیت با شماره گروه برابر بود، عناصر دسته عناصر اصلی که اس و پی باشن ظرفیت با یکان گروه برابر بود، درسته؟ خب این اتم شیشه یعنی همون کربن، درسته بچه‌ها؟ کربن آرایشش چی بود؟ کربن آرایشش این بود دیگه، هلیوم 2s2 2p2. میتونید به ظرفیتاشو با هم جمع بکنید، 2 به علاوه در واقع توان اس پی رو با هم جمع بکنید، 2 به علاوه 2 4، یا میتونید خیلی سریعتر از این حرفا بگید. چجوری بگید؟ 1 به 36 عنصر اول مسلط باشید، یکیش اینه. دوم عناصر همگروهش کیه؟ ببین بعضی از گروه ها هستن که خیلی مهمه، مثلا گروه 17 خیلی مهمه، گروه 14 خیلی مهمه، این دو تا گروهی هستش که خیلی باز شده تو کتاب درسی، یا گروه 1. خب زیر کربن کیه؟ سلیسیوم. سلیسیوم گروه چنده؟ 14. چون اتمیش 14 بهتون گفته بودم 13 تا 18 گروهشون با اتمیش برابره. خب سلیسیوم گروه 14 گفته بودیم که عناصر دسته S و P ظرفیت با یکان گروه برابره، خب اون گروه 14 پس ظرفیتش میشه 4 تا، درسته؟ اینطوری هم میشد خیلی سریعتر به جواب رسید. بعدی C40. ببین بچه ها گاز نجیب قبلش کیه؟ 36. پس این میفته تو دسته دی، درسته؟ ببین بچه ها توی دوره 4 ما اینو داریم، 4S داریم، 3D داریم، 4P. توی دوره 5 دقیقا همه اینا رو یه به علاوه یک کن، 5S داریم و 4D داریم و
در واقع 5 پی، درست؟ اونم 18 تایی بود دیگه، یادتونه؟ خب پس این که 4 تا بعد گاز نجیبه یعنی میفته تو دسته دی. خب برای اینکه اتم در واقع شما رو گروه شو دست بیاری، فقط کافیه ببینی که چند تا از گاز نجیب قبلش فاصله داره، درسته؟ توی دوره های 18 تایی مثل دوره 4 و دوره 5 فقط کافیه ببینی چند تا از گاز نجیب قبلش فاصله داره. حالا تو دوره 4 من به خصوص گفتم که از 18 کم کن، خب گاز نجیب بعد توش 18 بود، درسته؟ ولی تو دوره های 18 تایی خیلی سریع برای اینکه گروه به دست بیاری فقط کافیه ببینی چند تا از گاز نجیب قبلش فاصله داره. خب این 4 تا از گاز نجیب قبلش فاصله داره، در نتیجه میشه گروه 4. خب گروه 4 گروه دیه، درسته بچه ها؟ 3 تا 12 گروه دیه. خب گروه دی گفتم ظرفیت با گروه برابر دیگه، خب این گروه 4 و ظرفیتش هم 4. حل بی 50. ببین بچه ها، گاز نجیب دوره 5 اتمیش هم بود 54. خب این جزء 6 تای آخر گروهه، حواستون هست؟ این 50 جزء 6 تای آخر میشه. خب چند تا کار داره که برسه به 54؟ 4 تا دونه کار داره، درسته؟ پس 4 تا هم از 18 کمتر. اون نکته پیشیش رو یادت بیار، گفتم گاز نجیب پیشیشه، درسته؟ خب این 4 تا کار داره که برسه به پیشیش، پس 4 تا هم گروهش از 18 کمتره، میشه گروه 14، درسته؟ گروه 14 پس در واقع گفته بودم دیگه عناصر اصلی که اس و پی باشن، ظرفیت میشه یکان گروه. گروه 14 پس ظرفیتش 4. آ 22. آقا این دوره 4 برای اینکه من شماره گروه دست بیارم کافی اختلافش رو تا اختلافش رو در واقع تا 18 به دست بیارم دیگه، درسته بچه‌ها؟ خب اختلافش تا 18 به دست بیارید، 22 منهای در واقع 18 بکنید میشه 4، درسته؟ پس این گروهش میشه 4. گروه 4 یعنی دسته دی، توی دسته دی گفتیم ظرفیت با شماره گروه برابره، پس ظرفیت اونم 4 است. پس این گزینه در واقع کاملا درسته. بعدی میگه عنصر با اتم 27 در گروه 7 از دوره 4. این که دوره 4 واضحه، درسته؟ چرا؟ چون گفتم گاز نجیب قبلش آرگونه که 18، گاز نجیب دوره 3، گاز نجیب بعدش کریپتون، گاز نجیب دوره 4. پس اینکه بین این افتاده میشه دوره 4. اما گروهش چیه؟ دوره 4 و 5 گفتم 18 تایی، فقط کافی اختلافش از گاز نجیب قبلش بوده است. خب 27 من 18 میشه 9. پس این نمیشه گروه 7، میشه گروه 9. عنصر با اتم 31 13 الکترون ظرفیت دارد. خب کاملا غلط دیگه، درسته؟ 31 جزء 6 تای آخر دوره 4، درسته؟ 5 تا هم کار داره که برسه به آخری که 36ه. پس این آرایشش میشه چی؟ P1. 4P1. درسته؟ 6 تای آخر 4P1 4P2 تا 4P6ه. خب این 5 تا کار داره که برسه به P6. پس 4P1ه. تموم شد. این جزء دسته P ه. درسته بچه‌ها؟ دسته P گفتم ظرفیتشون از 3 شروع میشه تا 8. چون گفتم توان S و P دیگه. پس حداقل 3، حد اکثر 8. مثلا عنصر دسته پی نمیتونه 13 تا الکترون ظرفیت داشته باشه. حتی دی هم که الکترون ظرفیتش هم زیاد بود، اونم چند تا بود؟ حد اکثر 12 تا بود. این اصلا 13 تا کلا غلطه، درسته؟ اینم از این، درسته؟ یا یه جور دیگه حالا میتونید ظرفیتشو برای اینکه حالا دقیق به دست بیارین، میگه که آقا این 4 پی 1 5 تا کار داره که برسه به پی 6. پس گروهش هم 18 منهای 5 میشه 13. 13 گروه اصلی، ظرفیت میشه یکان گروه. پس ظرفیتش 3 نه 13. حله. بعدی عنصری با اتم 33 متعلق به گروه 15 از دوره 5. خب دوره 5ش کاملا غلط، اما گروهش درسته دیگه. 33 منهای 18 بکنید میشه 15، درسته؟ ولی دورهش غلطه دیگه، کاملا واضحه که دیگه چرا غلط. بریم بعدی. در کدام گزینه تنها نیمی از پرسش‌های زیر به درستی پاسخ داده شدند؟ آرایش الکترونیه اتم عنصر متعلق به گروه 13 از دوره 4 به چه زیرلایه‌ای ختم می‌شود؟ بچه‌ها گروه 13 یعنی جزء عناصر دسته P، درسته؟ دست گروه P از گروه 13 شروع میشه تا 18، D از 3 شروع میشه تا 10، بخشی تا 12، S هم از 1 تا 2. این شماره گروهیه که باید بدونید بچه. خب این گروه 13 جزء دسته P، درسته؟ پس قطعا باید به P ختم بشه. پس این 4 S 2 کاملا غلط، 4 P 1 و 4 P 4 P 1 در واقع دیگه. دلیل اینکه 4 P 1 هم واضحه دیگه، درسته؟ گروه 13 پس ظرفیتش چیه بچه‌ها؟ ظرفیتش یکانش یه 3. خب منطقا چون دوره 4 یه 4 S 2 داره، بعد خب یه دونه میمونه که میره تو 4 P 1. ظرفیت دسته P توان S و P بود، درسته؟ 4 S 2 4 P 1 خیلی سریع داریم به دست میاریم. آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم عنصر متعلق به گروه 7 از دوره 4 چگونه است؟
بچه گروه هفته پس میفته کجا؟ توی عناصر دسته دی، پس باید به دی ختم بشه. گزینه 4 4 پی 5 داره، این چی میگه از خودش؟ درسته؟ پس جواب میشه گزینه البته گزینه 2 نمیشه، ببخشید. این سوال میگه که نیمی از پرسش‌ها به درستی پاسخ داده شدن. پس بذارید حالا واسه هر کدوم مشخص کنیم، این اینو غلط پاسخ داده، غلط پاسخ داده، این دو تا صحیحن. بذارید تیک بزنم میشه ساده‌تر باشه. این غلط پاسخ داده، این غلط پاسخ داده، این صحیح پاسخ داده، این صحیح پاسخ داده، این صحیح پاسخ داده، این غلط پاسخ داده، این صحیح پاسخ داده، این غلط. بچه چون گروه هفته پس توان استودی باید بشه 7 دیگه، پس 4 2 3 5. درسته، همیشه دو تای اول میره تو ان اس، یادتون باشه. عدد اتمی عنصر متعلق به گروه 2 از دوره 5. آقا گفتم دو تا گروه اول میشه دقیقاً دو تا عنصر بعد گاز نجیب. گاز نجیب دوره 4 کریپتونه که 36، این دو تا بعدش میفته میشه چند؟ میشه 38. درسته، پس این دو تا درست جواب دادن، این دو تا غلط جواب دادن. مجموع ان به علاوه ال برای آخرین زیرلایه اتم عنصر متعلق به گروه 17 در دوره 3 چگونه است؟ بچه‌ها دوره 3، دوره 3 گروه 17، دوره 3 13 تا 18 یادتون هست که گفتم شماره گروه با اتمیشون برابره. پس این همون اتمی 17 که کلور باشه. خیلی ساده. حالا ببینید بچه‌ها کلور بعدش کیه؟ بعدش کریپتونه. ببخشید بعدش آرگونه که به 3 پی 6 ختم میشه. دوره 3 دیگه. درسته؟ خب این یه دونه قبلشه. پس به 3 پی 5 ختم میشه. اینم گفته مجموع ان به علاوه ال برای آخرین زیرلایه اتم عنصر متعلق به این. خب بچه ها این انش 3، الش 1 میشه 4. درسته؟ پس مجموع ان به علاوه ال برای این 5 تا الکترون آخر 4. پس این درسته؟ این درسته؟ این دوتا غلطه. توی گزینه 4 به نیمی از پرسش ها درست پاسخ دادیم. حله؟ بریم ادامه. این چند تا موردی که پشت سر هم آوردم خیلی نیاز به درک درستی در واقع از آرایش الکترونی داره. اگر نتونستید خیلی راحت توی بار اول این سوالات رو درست حل بکنید اشکال نداره، میگم خیلی نیاز داره که شما بتونید آرایش رو و مثلا تو دوره 4 کاملا تو ذهنتون بیارید و کاملا تصور بکنید. در این خاطر اگر بار اول درست جواب ندادید زیاد نگرانش نباشید. میگه در دوره 4 چند تا عنصر میشناسید که آرایش الکترونی هم به 4 سی 1 ختم شود. بچه همیشه گفتم دو تا الکترون اول میدن توی ان اس، پس منطقا پتاسیم 19 که اولین عنصر دوره 4 خب باید بره توی 4 سی 1 دیگه. از طرف اون دو تا استثنا رو یادتون باشه بچه‌ها، فوق العاده مهمن. خب دو تا استثنا هم داشتم دیگه، کروم در واقع 24 که آرایشش میشد آرگون 4 اس 1 3 دی 5 و مس 29 دیگه که آرشش میشد آرگون 4S1CD10. خب در غیر این صورت دیگه هیچ وقت 4S1 ختم نمیشه دیگه. بعد سی به بعد که دیگه داره 4P پر میشه، S که اصلا دیگه دست نمیخوره. این دوتا جاست که فقط استثناء رخ میده. پس سه تا عنصر داریم که همچین اتفاقی برشون میفته. حله. میگه در دوره 4 چند عنصر میشه که آرش الکترونیوم به 4S2 ختم بشه. آقا همیشه گفتم دو تا الکترون اول میره تو 4S، دو الکترون تو اول دوره 4. پس یکی یه اون کلسیوم 20 که آرایشش میشه آرگون 4S2. خب بعد از اون که دیگه داره دی پر میشه، پس همه باید 4S2 داشته باشن. اما همه عناصر دسته دی 4S2 باید باشن ظاهرا، یعنی 10 تا عنصر داریم، 10 تا دی داریم، همه باید 4S2 باشن. اما دو تا استثنا داشتیم، کروم مس که اون دو تا 4S1 بودن. پس دو تا کم میکنیم از این در واقع 10 تا میشه 8 تا. خب 8 عنصر دسته دی ان که به 4S2 ختم میشن. بعد یه دونه که خود پتاسیمه که در واقع به 4 ببخشید کلسیمه که به 4 2 ختم میشه، پس 8 به علاوه 1 میشه 9 تا. دقت کنید این که میگه ختم میشه یعنی بیرونی ترین زیرلایه. حل اینم از این، بریم ادامه. در دوره 4 چند عنصر میشناسید که زیرلایه سدیان ها کاملا پره؟ ببین بچه ها خب تا 29 سی که تا دی داریم، پس قبلش که مثلا سدی 1 سدی 2 تازه داره پر میشه، یه استثنا داریم، مس. مس آرایشش چی بود بچه ها؟ آرگون 4S1CD10. اولین جایی که سدی پر میشه، درسته سدی 9 دیگه نداریم، جیهو میشه سدی 10. پس یادتون باشه اولین جایی که لایه 3 پر میشه مس 29 نه ZNC. درسته؟ خب مس پره، بعدش ZN که 30 باشه هم پره. خب شیشته بعدی هم که دسته پی میافتن خب اونا هم سدیشون پره دیگه، اونا که داره 4 پی پر، سدی قطعا پره. شیشته هم بعدش میافته توی
4 پی پس 6 به علاوه 2 میشه 8 عنصر که لایه 3 دیشون کاملا پره. در دوره چهارم چند عنصر میشه که در آخرین زیرلایه خود یک الکترون داشته باشن؟ بچه آخرین زیرلایه یعنی همون بیرونی ترین زیرلایه، همون چیزی که بهتون تدریسش کردم. بیرونی ترین زیرلایه خب یا 4s یا 4p، یه سدی که دیگه نمیتونه باشه، چون گفتم بیرونی ترین زیرلایه اونیه که n بیشتری داشته باشه. خب 4s1 رو که من دیدم، سه تا عنصر داشتیم بالا که به 4s1 ختم میشدن، اینا بالا این قسمتش حل کردیم. خب یه عنصر هم داریم که به 4p1 هم ختم میشه دیگه، درسته؟ اونجایی که پی تازه شروع به پر شدن میخواد بکنه، خب یه دونه 4p1 هم باید داشته باشیم. حالا اگه خیلی بلد باشید، حرفه‌ای باشید، میدونید که گالیوم 31 دیگه. تا ZnC دسته دوره در واقع زیلای دی داره پر میشه، بعدش 4p شروع میکنه به پر شدن. پس من مجموعاً 3 به علاوه 1 4 تا دونه داشتم دیگه. نگاه کنید 3 تا بالا بود. یه دونه هم که 4p اضافه میشه و میشه 4 تا دونه. در دوره چهارم چند عنصر میشه که در لایه سوم خود 13 الکترون داشته باشن؟ بچه دوره چهاره، پس قبلش 3s2 و 3p6 پر شده. قبلش گاز نجیب آرگونه که به p6 np6 ختم میشه دیگه، یعنی 8 الکترون رو دارم من الان تو لایه 3. خب لایه 3 زیلایه‌اش 3 تاست دیگه، لایه انوم n تا زیلایه داره، پس یه دونه زیلایه کمی که 3 دیه. خب پس باید تو 3 دی 5 تا باشه که این 5 به علاوه 8 بشه 13. خب دوباره گفتم، یادتونه گفته بودم که یکان اتمی میشه توان دی. خب یه دونه پس منگنز 25 توان دیش باید 5 باشه. یه دونه که کروم 24 داشتیم استثناء بود، یادتونه 4s1 3d5. پس دو تا عنصر داریم که 13 تا الکترون داره لایه سومش. در دوره چهارم چند عنصر میشه که در آخرین زیرلایه خود 2 الکترون دارن؟ آخرین زیرلایه بچه چی بود؟ یا 4s بود یا 4p بود، درسته؟ خب این 4s رو فکر کنم بالا داشتیم. آره اینه. در دوره چهارم چند تا میشناسید که به 4s2 ختم شد؟ 9 تا داشتیم بالا، توضیح دادم. خب یه دونه هم میره تو 4p2 دیگه بچا، درسته؟ 4p داره پر میشه، 4p1 4p2، یه دونه 4p2 هم داریم. در نتیجه 9 به علاوه 1 10 تا عنصر داریم که زیلای آخر خودشون 2 تا الکترون دارن. حل این هم از این. ولی باز میگم خیلی نیاز به این داره که شما به اون استثناء مسلط باشید و خیلی راحت بتونید اون استثناء رو تو ذهنتون بیارید و تحلیلش بکنید. و خلاصه این که میگم باز اگر بار اول نتونستید قشنگ تحلیلشون بکنید، نگران نباشید. بریم تست 10. چند مورد از موارد داده شده عبارت زیر به درستی پر میکنند؟ شما در الکترون ها با n به علاوه l در این در اتم این دو برابر اتم اینه. بچه این سبک از سوالات که n به علاوه l رو میدن و از در کل راجع به این سوال میپرسن خیلی خیلی پرتکرار شده جدیدن. تو کنکور هم دو سه بار سوال اومده. در نتیجه حتما باید خوب بلدش باشید. و خب برای اینکه هم تشخیص بده چه جوری هست این کارا، این روشی که من میگم خیلی به دردتون میخوره. ببین بچه‌ها میگه خب گزینه الف حل بکنی. بیا n به علاوه l بشه 5. خب بچه‌ها n به علاوه l قراره بشه 5. ببین بیا جایگزین بکن. n بذار 5، l پس باید بشه چی؟ 0. پس یه زیرلایه در میاد به اسم 5s. حالا n رو کم کن، l رو زیاد کن. n بشه 4، l بشه 1. پس میشه زیرلایه 4p. n رو یکی دیگه کم کن، l رو یکی دیگه زیاد کن. n میشه 3، l میشه 2، 3d. خب دیگه ممکن نیست دیگه، چون اگه بخوام n رو یکی دیگه کم کنم، l رو زیاد بکنم، l میشه 3، n میشه 2. گفتم l حد اکثر n منهای 1. درسته؟ یعنی همین حد اکثری تو حالت 3d اتفاق افتاده. پس منظور این سه تا زیرلایه هست، اونایی که n به علاوه lشون 5. خب میگه توی کریپتون دو برابر نیکل 28. اصلا نمیخوام آرایشش رو بنویسیم، میخوام به این قدرت برسیم که اصلا ننویسیم آرایشش رو. ببین بچه ها، مگه نگفتم که ضریب S و P شماره دورته؟ خب مگه کریپتون دوره 4 نیست؟ پس این 5S اصلا نداره، درسته؟ و به همین شکل نیکل، هر دو نیکل و کروم، ببخشید نیکل و کریپتون دوره 4 هست، پس اصلا 5S ندارن. ولی 4P و 3D چرا؟ خب این گاز نجیب، مگه گاز نجیب نگفتم به NP6 ختم میشه؟ پس برای کریپتون 4P6 رو داریم. خب وقتی 4P پره، قبلش قطعاً 3D هم پره، پس 3D10 رو هم داریم. حالا همین رو بریم برای نیکل. خب نیکل بیاد دسته دیه، پس نباید هنوز به پی استه باشه، چون 6 تا آخر میاد به پی، پس فقط دی داره. از طرفی مگه نگفتم دوره 4 توان دی میشه یکان گروه؟ خب این 8ه، پس فقط یه 3D8 داره، درسته؟ خب این دوتا، اینجا 16 تا الکترون داریم، اینجا 8 الکترون داریم، 16 دو برابر 8 کاملا صحیح. حل بچه ها این از این.
بریم بره بررسی بکنیم. n به علاوه l 4. خب دوباره میام همین کاری که من تازه کردم و دوباره انجام میدیم برای n به علاوه l 4. حتی خودتون استوب بزنید، مثلا الان خودتون سعی کنید حالا حل بکنید. n بذارید 4، l میشه 0، پس زیر لایه میشه 4s. n بذارید 3، l میشه 1، زیر لایه میشه 3d. درسته؟ n بذارید 2، l میشه 2. درسته؟ یعنی میشه ببخشید این میشه 3p، عوض میخوام این الش 1 بود دیگه. n رو بذارید 2، l میشه 2. خب ممکن نیست دیگه، گفتم l حد اکثر n منهای 1، پس همین دوتا زیر لایه هست. آقا این zn cه، دوره 4. خب دوره 4 همیشه گفتم دوره 4ه، ضریب s و p هم گفتم که شماره دوره است. خب بچن دوره 4 پس 3p که تو دوره 3 پر میشه رو قطعا داره، این دوره 4 پس 3p 6 رو قطعا داره، 4 استور هم قطعا داره، چون همیشه گفتن دو تا الکترون اول میره تو ns. این گروه 12 13 منو 18 بکنید میشه 12، پس قطعا 4 استش پره. درسته؟ همینو برای سلیسیوم بدیم. سلیسیوم دوره 3، درسته؟ پس 4s اصلا نباید داشته باشه، ضریب s و p شماره دورته. درسته؟ یعنی np تو دوره n پر میشه، ns تو دوره n پر میشه. خب ولی 3p چرا؟ 3p رو چجوری تشخیص بدن؟ آقا سلیسیوم چند تا فاصله داره تا گاز نجیب قبلش؟ 4 تا. همیشه دو تا اول میره تو ns، دو تا اول میره تو 3s2، دو تا دیگه مونده میره تو 3p. پس 3p2 ای آرایشش. درسته؟ خب پس اینجا کلا 8 الکترون داریم، اینجا دو تا الکترون داریم که 4 برابره و کاملا صحیحه. بریم بعدی. P میگه که n به علاوه l 3 بذاریم. خب n به علاوه l رو 3 بذاریم. خب n رو 3 بذارید l میشه 0. پس زیر لایه میشه 3s. n رو 2 بذارید l میشه 1، میشه 2p. خب دیگه نمیشه n رو 1 بذارید l رو 2 بذارید دیگه، دلیلش دیگه خودتون میدونید. آقا این دوره 4 گفتم s و p، ns تو دوره n پر میشه، این 3s تو دوره 3 پر میشه، 2p تو دوره 2 پر میشه. خب اینکه دوره 4 پس قطعا هر دو این دو تا رو داره. پس 3s2 رو داره، 2p6 رو هم داره کامل. بعد اینم کرومه. آه ببخشید من چرا دارم برای ت بررسی میکنم، عذر میخوام بچه‌ها. این منیزیم 12، منیزیم گروه دوره 3، درسته؟ پس 2p6 شو کامل داره. از طرفی گفتم دو تا الکترون اول همیشه میره تو ns، منیزیم گروه 2 دیگه، درسته؟ دو تا بعد گاز نجیبه، پس دو تا اول میره تو ns، دو تا میره تو 3s2. تموم شد. اکسیژن، اکسیژن بچه گروه دوره 2ه، درسته؟ پس 3s دیگه نداره. از طرفی چند تا اختلاف داره تا گاز نجیب بعدش؟ چند تا اختلاف داره؟ دوتا. نئون پیشیشه، این دوتا قبلشه. نئون 10، این 8. خب نئون وقتی پیشیشه این پی 4 پس میشه، پس این میشه 2 پی 4. پس اینجا n به علاوه s شد 8، اینجا شده 4 که دو برابره و کاملا صحیحه. اینم از این خیلی سریع بدونی که آرایش بنویسید. باز ت گفته n به علاوه 5 باشه. اینو مورد الف من زیر لایه‌هاشو در آوردم دیگه نمی‌نویسم. 5s 4d 3p بود دیگه، ببخشید 5s 4p و 3d بود دیگه. این چند تا سه تا زیر لایه بودن، درسته؟ خب توی مس 29 آقا 5s که اصلا گفتم پر نمیشه چون این تو دوره 5 پر میشه، اینا دوره 4 هم. 4p هم نیست قطعاً چون دسته d. خب دوره 4 دسته d، دسته p بود که اگه دسته پی بود 4 پی داشت، دسته دیه پس 4 پی نداره. سه دی چه تا؟ سه دیش ده تایی دیگه بچه، درسته؟ استثناء بود دیگه، یادتون باشه. کروم، خب کروم هم دقیقا همین، فقط این سه دی داره که اونم استثناء و سه دی 5 داره و 10 دو برابر 5. این گزینه هم کاملا صحیح، هر 4 مورد به درستی پر میکردم و جواب میشه گزینه 4. خیلی تست قشنگی بود و این روش هم که من رفتم ذهنی بریم بدون این کارش رو بنویسیم، فوق العاده توی سرعت شما بچه ها تأثیر گذار میاد. بریم سوال بعد. در میان مواردی چند تا باید در این عنصرها درست هستن؟ خب بین دو عنصر آ و سی در جدول دوره 11 تا عنصر وجود دارد. خب آ و سی 21 تا 33 چند تا عنصر وجود داره؟ قطعا 11 تا وجود نداره دیگه، خیلی بیشتر از 11 تا وجود داره، درسته؟ نه بذار ببینم 11 تا وجود دارن شمارش دیگه. یه نکته رو من اینجا بگم بچه ها، بعضی اوقات اینکه یک مثال ساده تری رو حل بکنید خیلی تاثیرگذاره برای شما که یک مثال پیچیده تر رو بتونید تحلیل بکنید. مثلا من میگم که آقا بیا فرض کن بین اتمی مثلا 21
تا 25 رو میخوام چک کنم. بینشون چند تا وجود داره؟ خب 22، 23، 24. 3 تا وجود داره. خب 3 تا عنصر بینشون وجود داره. 22، 23، 24. یعنی چی شد؟ یعنی عدد اتمیاشو از هم کم کردم، یه دونه کمتر هم کردم. خب بیا اینجا عدد اتمیاشون از هم کم کن. 33 منویسه 1 12، یکی دیگه هم کمتر کن 11. پس این گزینه درسته. دقت کنید من نیومدم بشمارم همشون. فرمولم حفظ نکردم که بین دو تا عنصر به اندازه اختلاف اتمی منهای یک عنصر وجود داره. چیکار کردم؟ یه مثال ساده تر زدم برای خودم، یه چیزی دستم بیاد، بعد از اون توی حالت بزرگتر استفاده کردم. ببین بعدی. عنصرهای A B C و D به ترتیب به دسته S P D S D P S تعلق دارن. خب ببینیم. عنصر A، A بچا 21ه. بچا 21 تا C دسته D. درسته؟ واضحه دیگه. دو تا اول میره تو NS، پس 19 و 20 میره تو 4S، 10 تا بعدی میره توی D. پس همین غلطه دیگه، چون A جزء دسته D. B چطور؟ خب اینم 21 تا C میفته دیگه. پس اینم D، اینم D. این جزء 6 تا آخره. پس میفته تو P. اینجوری بگید. پس این P، این بعد دقیقاً چیه؟ نگاه کنید بچه‌ها، گاز نجیبه. دوره 4 کیه؟ کریپتونه که 36ه. این 3 تا بعدشه. خب 3 تا بعدشه، یعنی دو تاش رفته تو S، باقیش باید بره تو D. پس این جزء دسته D میشه. حله. وچه اشتراک این چهار عنصر داشتن یک زیرلایه نیمه پر است. خب ببینیم. خب بچه این A21 قطعا زیرلایه نیمه پر نداره دیگه، درسته؟ آرشش چی میشه؟ میشه آرگون 4S2 3D1 توی عنصر دسته D. گفتم توان D میشه یکان گروه. این 21 پس میشه 3D1. 25 پس توان D میشه یکان گروه، پس میشه D5. پس یه نیمه پر داره. 33 بچه ها ببینید، 36 گاز نجیبه، پس P6ه. این 3 تا قبلشه، پس P3 ختم میشه، پس یه دونه نیمه پر داره. این هم 39. خب 39 هم گروه 21 دیگه بچه ها، درسته؟ اونم دوره 3، 3 تا گاز نجیبه قبلش فاصله داره، 39 هم 3 تا گاز نجیبه قبلش فاصله داره. پس آرشش عیناً شبیه این میشه، فقط باید به جای آرگون بذارم کریپتون، به جای 4S باید بذارم 5S، به جای 3D باید بذارم 4D. پس این غلط. زله نیمه پر یعنی نصفش پر شده. درسته؟ A و D در یک گروه قرار دارن. بله دیگه، اینم که دیدیم با هم دیگه. شماره لایه‌های الکترونی در ست عنصر A B C با هم. بچه لایه الکترونی همون شماره دوره است. شماره لایه همون شماره دوره. درسته؟ حداکثر N ضریب N و P، ضریب S و P. که S و P گفتم NS به دوره N پر میشه. پس شماره تعداد لایه های اشغال شده برابر با همون شماره دوره است. درسته؟ خب A و B و C همشون دوره 4 هم. پس لایه اشغال شده هاشون با هم برابر هست. همشون 4 تا لایه اشغال شده. 3 تا گزینه درسته و جواب میشه گزینه 3. بریم سوال بعد. در ساختار یک اتم حد اکثر 3 زیر لایه با N به علاوه L5 وجود دارد. بله دیگه، از N به علاوه 5 رو باز کرده بودیم. یا باید 5S باشه، یا باید 4P باشه، یا باید 3D باشه دیگه. پس این کازونه کاملا درست. شماره زیرلایه های نیمه پر در اتم کروم دو برابر آرسنیکه. بله بچه، این آرایش استثناء رو حفظ باشید، واقعا خیلی مهمه. این آرایشش بود چی؟ 4S1 3D5. دو تا زیرلایه نیمه پر وجود داره. آرسنیک 33 هم که اینجا دیدیم، اینا C33 گفته بودم که یه P3 داره. تعریفش چجوری بود؟ گفتم گاز نجیب P6ه، این 3 تا قبلشه، پس P3. پس این یه دونه نصفه داره، اینم که استثناس دو تا نصفه داره، پس این دو برابرشه دیگه، کاملا درسته. در اتم های مربوط به عنصرهای دوره 4 و جدول دوره آخرین الکترون یا وارد 4s 4p یا 4d می شود. 4d وجود نداره دیگه، درسته؟ n در واقع nd تو دوره n به علاوه 1 پر میشه، 3d تو دوره 4 پر میشه، 4d تو دوره 5 پر میشه، 5d تو دوره 6 پر میشه، درسته؟ عدد اتمی عنصر متعلق به گروه 13 از دوره 5 51. و کاملا غلطه. تو دوره 4 و 5 گفتم 18 تاییه، فقط کافیه اختلافش تو گاز نجیب قبلش به دست بری. خب 51 اختلافش تا 36 که گاز نجیب قبلش باشه میشه چقدر؟ میشه 15. پس این گروه 15. یه جوری دیگه هم میتونی تحلیل بکنی، بگی آقا این گاز نجیب بعدش کیه؟ زنون 54 دیگه. خب این 3 تا کار داره که برسه به گاز نجیب، پس 3 تا از 18 کمتره، 18 منهای 3 میشه 15 نه 13. دو تا درست داشتیم و جواب میشه گزینه 2. عنصری که آرایش الکترونی هم به 4P3 ختم می‌شود به ترتیب در کدام دوره؟ آقا گفتم ضریب S و P شماره دوره است، پس چون 4P دوره 4ه. و کدام گروه جدول؟ بچه‌ها P6 گاز نجیب 18، این P3 3 تا کمتره، 18 منهای 3 میشه 15، پس جواب میشه گزینه 4.
و هستی هم داره چند الکترون چند پروتونه. خب واضحه دیگه، 4 پی 6 گاز عجیب دوره 4 کریپتونه که 36. خب این صد کمتر 33 میشه. خواص شیمیایی عنصر M15 به خواص شیمیایی کدام عنصر نزدیک‌تر؟ گفتم اونایی که همگروهن یا اونایی که ظرفیت برابر دارن، مثلا همونایی که همگروهن خواص شیمیاییشون به هم نزدیکه. گفته بودن 13 تا 18 گروه با اتمی برابره. خب این 15 دیگه، پس گروه 15. پس من یه عنصر میخوام از گروه 15. دوره 4 عنصری با گروه 15 اتمیش چند میشه؟ میشه 18 رو به علاوه 15 کن، میشه 33. تموم شد. درسته؟ خیلی ساده. اگر اتم عنصری داره 17 الکترون بعد کوانتومی L1 یا همون P باشد، آخرین زیلایی اشغال شده اتمان داره چند الکترونه و این عنصر در دوره این و گروه این وجود دارد؟ به این بچه میگه پیش 17 الکترون داره. خب ما یک پی که نداریم، دو پی داریم. خب پس دو پیش باید پر باشه دیگه. دو پی باید پر شد بعد سه پی مثلا الکترون بگیره دیگه. بعد سه پی هم خب پره، 6 برای 6 شد 12 تا، 5 تا دیگه مونده. پس 5 تا دیگه میره تو 4 پی 5. پس این تو پیش توی 4 پیش 5 تا داره. بچه‌ها گاز نجیب دوره 4 کریپتونه که به 4 پی 6 ختم میشه. پس این دقیقاً قبل گاز نجیب دوره 4. پس میشه بروم 35. حل. خب میگه که آخرین زیلای اشغال شده چند تا الکترون حاضر داره؟ 4 پی دیگه، 5 الکترون داره. پس این غلط. و این عنصر در دوره 4 وجود داره چون گفتم ضریب S و P شماره دوره است. گروهش هم که 17 دیگه، گفتم یکی قبل گاز نجیب دیگه. گاز نجیب 18، یکی قبلش. بریم سوال بعد. اگه تفاوت شماره الکترون نوترون نوترون ایون تک اتمی این برابر 10 باشد، در بیرون ترین زیلایه اتمان انقدر الکترون جای داد و اتمی عنصر X اینه. بچه‌ها برای این سطح از سوالات که اختلاف الکترون نوترون این حرفا رو میدم، واقعا فرمول احسن کنید. خوشم میاد توی کنکور 99 دقیقاً سوال اومد، دو تا سوال اومد ازش و هیچ کدوم نمیشد از اون فرمول استفاده کرد، چون تو هر دوش اومد اختلاف نوترون و پروتون رو داد. خب یعنی طراحای کنکور هم به این فرمول های مسخره در واقع واقفن، میدونن همچین چیزایی وجود داره و به هیچ وجه جوری سوال نمیدن که شما بتونید از این فرمول استفاده بکنید. خب در نتیجه این فرمول های مسخره و چرت و پرتی رو که برای ساده ترین سوالات وجود دارن رو حفظ نکنید بچه‌ها. اوکی. خب میگه اگه تفاوت شماره الکترون نوترون ایون تک اتمی این 10 باشد. خب بچه اتمیش 79، پس نوترون به علاوه پروتون میشه 79. از طرفی نوترون منهای الکترون 10. قطعاً الکترون منهای نوترون 10 نیست. چرا بچه ها؟ ببینید نوترون همیشه بزرگتر مساوی پروتون و الکترون تو اتم خنثی، حتی غیر از هلیوم هیدروژن 1 که نوترون نداره. در نتیجه نوترون همیشه از الکترون بیشتره. خب حالا اگه سه تا هم الکترون بگیره، حالا دیگه مثلا دیگه تهش الکترون بیاد یکی دو تا بیشتر بشه دیگه، دیگه نمیتونه 10 تا بیشتر بشه که. درسته؟ پس قطعا نوترونه که از الکترون 10 تا بیشتر. خب حالا چون سه تا الکترون گرفته، پس الکترونش سه تا بیشتر شده. درسته؟ پس الکترون میشه پروتون به علاوه 3. درسته؟ پس من از اینجا میفهمم که نوترون منهای الکترون میشه، نوترون بخشید منهای پروتون میشه 13. از طرف این نوترون به علاوه پروتون بود 79. خب برای اینکه اتمیشو به دست بیارم، این دو تا رابطه رو اصلا کم بکنید، جمع نکنید، کم بکنید، میشه 2 تا پی مساوی با 66، پس پی مساوی با 33. پس پروتونش 33، پس اتمیش شد 33، این 31 غلط. از طرف میگه که در بیرون‌ترین زیلایه‌اش چی وجود داره؟ بچه‌ها 31 تا 36 6 تا عنصر آخر دوره 4 هم. پس میرن توی چی؟ توی NP، میرن توی 4P. درسته؟ حالا گاز نجیب به پی 6 ختم میشه، این 3 تا قبلشه به پی 3 ختم میشه، پس 3 تا عنصر توی زیلایی آخرش وجود داره. بدون این که آرش رو بنویسیم و این مسئله بازی رو درگیریم. خب بچه ها بریم قسمت بعدی، آرش الکترونی یون. آرش یون نوشتن خیلی زاده است، یه چیز خاصی نداره. اگر به شما آنیون دادن و خواستید آرش آنیون رو رسم بکنید، فکر کنید دارید ساختار یک عنصر رو با پروتون‌های بیشتر رسم می‌کنید. مثلا من اگر آرش یون کلور رو خواستم، خب کلور 17 یه دونه الکترون بگیره میشه 18. پس فرض کنید آرش آرگون رو رسم می‌کنید. اگر مثلا من آرش اکسیژن دوباره منفی ازت خواستم، اکسیژن 8، 8 به علاوه 2 10. فرض کنید آرش نئون رو رسم می‌کنید. اوکی. از طرفی آنیون‌ها تو سطح کنکور همه‌شون میرسن به آرش گاز نجیب بعدشون. ما آرش گاز نجیب همشون حفظ این دیگه، هلیوم 1s2 بود، نئون 2p6 ختم میشد، آرگون 3p6 ختم میشد، کریپتون 4p6 ختم میشد. من همه رو بلدم. آرش در واقع آنیون ها عملا ما همه رو میدونیم. درسته؟
برای کاتیون چیز چیکار میکنید؟ از بیرونی ترین زیرلایه، بهتون گفتم اونی که ان بیشتری داره بعد ال بیشتری داره، از بیرونی ترین زیرلایه شروع بکنید، هی الکترون بکنید، انقدر الکترون بکنید تا تموم شه. درسته؟ خیلی ساده. حالا میگه که آرش این چند تا یون رو رسم میکنید، خب اوی دوباره منفی، خب آرش فشردهش رو رسم میکنم من، خب هلیوم گاز نجیب قبلشه، 2s2 2p6 دیگه، چون میرسه بارش نئون دیگه. درسته؟ پی سه بار منفی، خب این عنصر دوره 3، پس میرسه به گاز نجیب دوره 3 که آرگون باشه، پس آرشش میشه نئون 3s2 3p6. خیلی ساده. کلسیوم دوباره مثبت. خب ببین بچه ها، کلسیوم خودش آرایشش چی میشه؟ خود کلسیوم آرایشش میشه آرگون 4s2. خب بیرون ترین زیرلایه موجود فقط همون 4s دیگه، پس این دوتا رو بردار، میرسه باش آرگون. با عددتومیش هم میتونستید حدس بزنید، 20 دوتا از دست بده میشه 18. درسته؟ اونایی که باش گاز نجیب میرسن کلان کارش ساده است دیگه. خب مس یک بار مثبت بچه، مس خودش آرایشش چی بود؟ استثناء بود، یادتونه؟ آرگون 4s1 3d10. خب من میخوام من باید یه الکترون ازش بکنم، خب یه الکترون از بیرونی ترین زیرلایه میپره، از 4s میپره. درسته؟ پس میشه آرگون 3d10. اگر مثل دوباره مثبت رو میخواست یکی دیگه از 3d هم پر میشد، این میشه 3d9. اوکی؟ Fe دوباره مثبت بشه، Fe اتمیش 26، آرایشش میشه چی؟ توان d با 1 هم برابر 3d6. 4s2 3d6. خب این دو تا الکترون قرار ازش بکنم، پس این دو تا رو از 4s2 میکنم، تموم شد. حالا Fe سه بار مثبت، خب یه الکترون دیگه هم باید بکنم، خب از 3d6 میکنم، از 3d6 میکنم و 3d6 رو می‌نویسم 3d5. ساده. گالیوم سه بار مثبت. آقا گالیوم دوره 3، دوره 4 دیگه، آرایشش چی بود؟ آرگون 4s2 3d10 4p1. خب سه تا قراره بکنم، از بیرون ترین زیرلایه شروع می‌کنم، اول از 4p یکی میکنم، دو تا دیگه بعد بکنم بین 4s و 3d، 4s بیرون ترین دیگه، دو تا دیگه هم از این میپره، پس آرایشش رو آرگون 3d10. اسکاندینیوم سه بار مثبت بچه، اسکاندینیوم 21 که سه تا از دست بده میشه 18، رسید به گاز نجیب. درسته؟ پس آرایشش میشه همون آرگون. قبوله؟ در واقع عناصر گروه 3 جز عناصر دسته دی هستن که آرایششون به گاز نجیب هم میرسه. درسته؟ هم اغلب عناصر دسته دی آرایششون به گاز نجیب نمیرسه، تقریبا تو سطح کنکور فقط دوره گروه 3 که میرسه. بروم یه بار منفی، آقا بروم گاز نجیب، گاز بخشید هالوژن دوره 4، یکی بگیره میشه گاز نجیب دوره 4، پس این آرایشش میشه همون آرایش کریپتون. خیلی ساده، اصلا نیاز به نوشتن و باز کردن هم حتی نداره. حل بریم چند تا تست از این قسمت حل بکنیم. چند مورد از موارد داده شده برای پر کردن عبارت دی درست است. شمار الکترون داره L2 یعنی همون D در این یون ها با شمار الکترون در آخرین زیرلایه اتم این برابر است. بچه‌ها باز من میخوام اول ذهنی حل بکنم که ببینید چقدر قرار شما به یه قدرتی برسید توی دوره آلفا ما. بعدش حالا میام رله عادی هم میرم که حواتون هم بتونید بفهمید که سوال چه اتفاقی افتاده توش. بچه Fe 26 گفتن تو توی یک دوره دو تا الکترون اول همیشه میره تو NS، پس یه 4s2 دارم، چون یکان شیشه یه 3d6 هم دارم. خب سه تا بکنم دو تا از 4s2 میره، همیشه از الکترون بیرون ترین زیرلایه میره، بعد یکی هم ناچار بعد از دیبه، پس دی من میشه 5 تا. ببینید که بکشم. حالا بخوایم واقعا بنویسیم، آقا Fe 26 آرایشش میشه چی؟ میشه آرگون 4s2 3d6. خب سه تا از دست بدم، اول دوتاش از 4s2 میپره، بعد یکیش از 3d میپره و میشه 3d5. آخرین زیرلایه آقا بروم 35 جز شیشته آخر دوره 4، پس آخرین زیرلایهش میشه NP یا 4p. خب اگه 36 یا خود گاز نجیب باشه میشه 4p6. خب این یه دونه قبلشه، پس میشه 4p5. پس اینم 5 شست، پس با هم برابرن. اوکی؟ کوبالت دوباره مثبت، اتمیش هم که داده خودش 27. آقا 27 پس میشه 4s2 3d7. خب دو تا بپره از 4s2 میپره، پس اون 7 تو دی میمونه. پس این میشه 7. آرایشش هم بنویسم، کوبالت 27 میشه آرگون 4s2 3d7. دو تا الکترون بپره از 4s2 میپره و خب 3d7 باقی میمونه. آخرین زیرلایه کلور 17 هم گروه برومه. درسته؟ پس آخرین زیرلایه و ظرفیتشون همیشه با هم برابره. اونم 5 تا داره، اینم 5 تا داره. نیازی نداره که بررسی بکنم. پس اینم 5 تا داره. پس با هم برابر نیستن. وانادیوم سه بار مثبت اتمیش هم داده 23. آقا وانادیوم 23 پس میشه 4s2 3d3.
خب سه تا از سه اول، دو تا از 4 میره، یکی هم از سه دی میره، پس میشه سه دی دو. یا آرش رو بخوام بنویسیم، وانادیوم 20 تا 3 میشه آرگون 4 اس 2 سه دی 3. سه تا از دست بره، دو تا از این میره، یکی هم از سه دی میره و میشه سه دی 2. آرسنیک 33، آقا جزء 6 تا آخره نه، بس میاد میشه 4 پی. اگه 36 بره میشه 4 پی 6، این سه تا کمتره میشه چی؟ 4 پی 3. پس آخرین زیلایه این سه تاییه، پس با هم برابر نیستن. تیتانیوم دوباره مثبت، آقا دوباره مثبت همیشه از اول از 4 اس میره دیگه نه. حالا تیتانیوم 22 چی میشه؟ میشه 4 اس 2 3 دی 2. خب دو تا از 4 اس میره، اون دو تا تو سری میمونه، پس این میشه دو تا. سلسیوم 14 جزء عناصر دسته پی نه، بعد دوره 3 چند تا بوگاز نجیب بعدش فاصله داره؟ 18. چند تا فاصله داره؟ 4 تا. اگه 18 بود میشد پی 6، 4 تا فاصله داره، پس میشه پی 2. درسته؟ پس این هم آخرین زیلش دوتاییه. پس این دوتا هم درسته. دوتا درست داشتیم و جواب میشه گزینه دو. خیلی خیلی ساده. بدون اینکه اصلا نیاز باشه ما آرش ها رو بنویسیم و دو ساعت در سر بکشیم سر آرش نوشتن. حل بچه ها. یک موردی بود من خواستم بگم. الان یادم رفت. حالا باز اگر وقت یادم آمد بهش در واقع اشاره میکنم. خب. با توجه شکل زیر که برشی از اتم یک عنصر را نشان میدهد، چند مورد از ابعادی در عنصر مورد نظر درست است؟ ببین بچه ها، این چهار تا لایه داره، نگاه کنید، 1 2 3 4. یه ویدیو کامل ما تو کانالمون گذاشتیم این ساختار لایه‌ای رو توضیح دادیم، هم ساختار لایه عنصر هم یون. خب اگر مشکل داری توی تحلیل این ساختار لایه‌ها بعد این پیام بدون ویدیو رو دریافت بکنید. خلاصه حالا این لایه، ببین وقتی لایه 3 میخواد پر بشه، لایه 2 قطعا قبلش پر شده. لایه 2 دو اس و 2 پی که قبل از 3 قطعا پر شده. لایه 1 هم که دقیقاً برمیشه. خب لایه اول پره. ببین گنجایش یک لایه از رابطه 2 ان 2 به دست میاد. لایه 1 2 تا، لایه 2 8 تا، لایه 3 18 تا و برمیشه. 2 این 8 تا هم که اینجا داری، لایه 3 16 تایی، لایه 4 2 تایی. خب این یک عنصر دیگه، پس خیلی راحت الکتروناشو با هم جمع بکنم اتمیش به دست میاد. خب اتمیشو با هم جمع بکنیم بچا چقدر میشه؟ میشه 28. درسته؟ خیلی راحت من الان اتمی عنصر خودمو تشخیص دادم. درسته؟ این نیکل 28 دیگه. حالا میگه که 6 زیر لایه توسط الکترون پر شده، یعنی آرش بازش رو از شما میخواد. خب بچه آرش جوریه؟ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. الان رسیدم به آرش آرگون. حالا بعدش چی میشه؟ دوتا میره تو 4s، توان دی هم که 8. چند تا از زیر لایه از الکترون پر شده؟ 8. 6 تا واقعا پر شدن دیگه. درسته؟ به این بعد متعلق گروه 8 غلط دیگه شد، چون دوره 4 اختلافش از 18 به دست بیار، 28 من 18 میشه 10. آرش الکترونی یون سه بار مثبتش به سه دی 7 قطع میشه. بله آقا، دو تا از بیرون ترین زیر لایه میره، یکی هم ناچار از سه دی میره، پس میشه سه دی 7. پس درسته. داره 12 الکترون با L1. L1 بچه یعنی پی. خب بله دیگه، 6 تا تو سه پی داره، 6 تا تو دو پی داره. پس این گزینه هم کاملا صحیحه. سه تا درست داشتیم و جواب میشه گزینه 3. در یون تک اتمی این، تفاوت نوترون الکترون 12 اتمی عنصر N برابر اینه و در دوره این و گروه این جای دارد. اینو من اشتباهی باید بالا می‌ذاشتم اما پایین گذاشتم، ولی اشکال نداره. خب دوباره آقا، این پروتون به علاوه نوترونش میشه 75. از طرفی نوترون منهای الکترونش شده 12، الکترون 3 تا کمتر از پروتونه، پس به جای الکترون میذارم پروتون منهای 3، پس نوترون منهای پروتون میشه 9. نوترونه به علاوه پروتون همش که شده بود 75. دو تا رابطه رو هم کم میکنم، دو تا پروتون میشه 66، پس پروتون میشه 33. دقیقاً بالا هم سوالش دقیقاً 33 به دست اومده بود، پس اتمی شد 33. این دو تا گزینه غلط میشه، دوره 4 قطعاً و گروهش هم که 33 من 18 میکنم میشه 15. با توجه به آشکجانی لایه ظرفیت یون های تک اتمی گازی، این کدام مطلب درسته؟ ببین بچه‌ها، برای اینکه بیاید عنصر رو تشخیص بدید، فقط کافی الکترون ها رو بهش اضافه بکنید. نیاز مهمی هم نیست اصلا چجوری اضافه میکنید. من میخوام برم اتمیشو به دست بیارم. خب البته اینجا حالا ظاهرا ما باید اضافه بکنیم که ساختارش رو تشخیص بدیم، ولی اصلا مهم نیست. خب ببین، من بس 3 تا الکترون بیام به این اضافه بکنم دیگه، نه فرض کن، اصلا فرض کن 33 بار مثبت آرش یک عنصری، تو میخوای 3 تا بعدش رو بررسی کنی. خب این 2p6 3 تا بهش اضافه بکنم میشه 3s2
سه پی یک دیگه. پس این آرایش عنصر سیه، درسته؟ پس این کی میشه بچه ها؟ به این میخوام چجوری تشخیص بدم این کیه. این ظرفیت شنده سه اس دو سه پی ظرفیت میشه سه. از طرف این مگه جز عناصر اصلی نیست، دسته پی دیگه. توی اصل دسته پی گفتم چیه؟ ظرفیت با یکان گروه برابره. پس این گروه 13. خب گروه 13 دوره 3. یادتونه گفتم 13 تا 18 شماره گروه با اتمی برابره. پس این همون آل 13. به این چقدر راحت میشه به دست آورد. بی دوباره منفی شده 3 پی 6. خب پس بی دو تا کمتر از 3 پی 6 داره، یعنی به 3 پی 4 ختم میشه. درسته؟ خب 3 پی 6 گاز نجیب دوره 3 کیه؟ آرگون. این دو تا قبلشه. پس میشه گوگر 16. حالا عنصر هم تشخیص ندادی مهم نیست، اتمیشو که میتونی تشخیص بدی. آیه سه بار مثبت شده 3 پی 6. خب 3 پی 6 یعنی آرگون 18. خب سه تا بری جلوتر میشه 21. پس این آ همون اسکاندینیوم 21. خیلی راحت تشخیص دادم. بیا آیه که عنصر واسطه است. بله اون آیه سه بار مثبت آیه اسکاندینیوم بود دیگه، تشخیص دادیم دیگه. سی عنصر اصلی با اتمی 15. غلط دیگه، اتمیش 13 بود دیگه، آیل بود دیگه. اتم ب دو تا الکترون به ان علاوه ال 3 دارد. ب منظورمون گوگرده. ان علاوه ال 3 یعنی 3s و 2p. خب 3s ببین 2p که قطعا پره، چون np تو دوره n پر میشه، این دوره 3، پس قطعا 2p پره. 2p 6 داره. 3s هم قطعا پره، چون این 6 تا الکترون بعد گاز نجیبه. من گفتم دو تا اول میره تو ns، پس 3s 2 هم پره. پس این 8 تا الکترون داره با ان علاوه ال 3. آ و سی عنصرهای متعلق با یک گروهن. خب این که سه تا بعد گاز نجیبه دوره 4، پس میشه گروه 3. ولی این که تشخیص دادیم دیگه گروه 13 بود دیگه، درسته؟ پس اینم غلط. آیش الکترونی 2p6 میتواند متعلق به یک آنیون از دوره سوم باشد. خب قطعا غلطه دیگه بچه‌ها، درسته؟ 2p6 گاز نجیبه دوره 2. گفتم آنیون ها میرسن به گاز نجیبه بعدشون، پس باید یه گاز نجیبه یا آنیون متعلق به دوره 2 باشه نه دوره 3، درسته؟ خب اگر آرایش الکترونی یون X دوباره مثبت به 3d4 ختم شود، اتم X در لایه سوم خود 13 الکترون وجود دارد. ببین بچه دو تا الکترون قرار بشه اضافه بکنم دیگه. خب دسته D دو تا الکترون اول باید به 4s اضافه بکن، چون 4s توی تشکیل یون شدن دسته D میپرید، یادتونه؟ خب پس آرایش این میشه 4s2 3d4. از طرفی مگه من نگفتم 3d4 نداریم؟ پس آرایش درستش میشه 4s1 3d5. این کی بود بچه؟ این کرومه، درسته؟ میگه در لایه سوم خود 13 الکترون وجود داره. خب 5 6 اینجاست. خب 8 هم که قبلش تو 3s2 3p6 پر شده، ns و np تو دوره n پر میشه، این دوره 4، پس 3s و 3p قطعا قبلش پر شده، درسته؟ پس این گزینه کاملا صحیحه. چنانچه یون m سه بار مثبت باشه تو این گاز نجیب رسیده باشد، عنصر m نخستین عنصر دسته p در دوره خود است. غلط دیگه بچه، چرا؟ چون میتونه اسکاندینیوم سه بار مثبت باشه، اولین عنصر دسته D، درسته؟ استثناء داریم. میتونه آیل سه بار مثبت باشه، درسته؟ میتونه آیل سه بار مثبت هم باشه. ولی خب اسکاندینیوم سه بار مثبت هم میتونه باشه. پس نمیتونیم بگیم که حتما دسته P. عنصر از دوره 4 که آرایش الکترون نقطه ایان به این صورت هست، داره اتمی 31. بچا این توی ساختار لوئیس ما الکترون‌های ظرفیت نشون میدیم. یعنی ظرفیتش چند تاست؟ 5 تا. پس اگه بخواد جزء عناصر اصلی باشه، گروهش باید 15 باشه، چون گفتم با یکان گروه برابره. درسته؟ خب اتمیش پس چند میشه؟ پس 18 رو به علاوه 15 بکن میشه 33 نه 31. بریم سوال آخر. کدام آرایش الکترونی رو میتوان به یک اتم خنثی، یک کاتیون و یک آنیون پایدار نسبت داد؟ مثلا همتون حد زدید دیگه، آرایش گاز نجیب رو میشه به همشون نسبت داد. مثلا همین چیزی که اینجا نوشته میتونه اکسیژن دوباره منفی باشه، میتونه خود نئون باشه، میتونه سدیم یه بار مثبت باشه. یادتون باشه اگر یک عنصر توی بعد گاز نجیبش دی داشته باشه ولی اس نداشته باشه، قطعا یک کاتیونه، درسته؟ این آرایشی که اینجا نوشته شده مثلا تو دوره 4 قطعا یک کاتیونه. ببین اینجا میشه گاز نجیب، قبلش آرگون، بعد آرگون سه دی داریم ولی 4 اس نداریم، یعنی قطعا این یک کاتیونه، اونم کاتیون واسطه، درسته؟ پس اگر دی داشته باشیم ولی اس نداشته باشیم، اون آرایش قطعا آرایش یک کاتیون عنصر واسطه است، درسته؟ این مثلا چی میتونه باشه؟ این قطعا یک عنصر خنثاست. خب این دوام منیزیومه، درسته؟ غیر از آرایشی که اینجوری گفتم استثناطور یا گاز نجیب، چیزی نمیتونه برای کاتیون یا آنیون باشه. آنیون که همیشه گاز نجیبه. این هم که یک عنصر خنثا دیگه. کیه بچه‌ها؟ اتمیشو الکترونشو با هم جمع بکنید دیگه. نیتروژن 7.
درسته؟ خیلی خیلی سال. بچه خب بچه اینم از تحلیل تست ها، تحلیل تست ها رو دیدیم با هم دیگه. من سعی کردم که ایده هایی رو که میشه باش خیلی سریع تست های این قسمت رو حل و بررسی بکنید بهتون بگم. ببینید بچه ها خیلی واضح باهاتون صحبت بکنم. ما خودمون این مسیر رو رفتیم، خودمون جای شما بودیم، کنکور دادیم، 2 سال 3 سال پیش کنکور دادیم ما، و خب تمام اونچه که خودمون بلد بودیم و استفاده کردیم و قرار به شما یاد بدیم که در واقع بتونید در کمترین زمان ممکن بهترین درصد و بیشترین درصد از درس شیمی بتونید بگیرید. بازم تاکید میکنم قرار کلی ویدیو آفلاین براتون بفرستیم بچه‌ها. نگران در واقع چیز نباشید، نگران این که مفاهیم اولیه رو یاد نگیرید نباشید، کلی ویدیو براتون میفرستیم، خیالتون راحت بشه. و تو دوره اصلی قرار کلی تست سنگین براتون حل بکنیم که در واقع خیال خودتون رو از مفهوم و مسائل راحت بکنید. به هیچ وجه تخفیف زود هنگام ما رو از دست ندید، تخفیف گروهی رو از دست ندید. میتونید با دوستاتون شرکت بکنید تا 50% تخفیف بگیرین. همچنین تطابق جزوات سال قبل ما رو با کنکور 1400 میتونید توی این کانالی که اینجا نوشتم براتون برید ببینید. برای ثبت نام هم میتونید به این آیدی پیام بدید. خلاصه این که دوره آلفا رو از دست ندید، خیلی خیلی کارا قرار براتون بکنی، ویژگی ها چیزایی که توی تقریبا هیچ دوره نمیبینید و چیزایی رو میبینید که واقعا کارا هستن. قرار یاد بگیرید که مثل من تست بزنید. مفاهیم صفر اولیه رو همتون میتونید یاد بگیرید. شما به یک فرد نیاز دارید که بیاد به شما یاد بده چطوری این مفاهیم رو بذارید کنار هم دیگه و در بهترین زمان و کمترین زمان ممکن بهترین و بیشترین درصد رو بگیرید بچه ها. موفق باشید. خدا نگهدار.